خب دوستان، امروز میخواستم در رابطه با تبدیل کردن یونیت از متر و میلی متر و سانتی متر مثلا توی به فیت یا اینچ، یا از اینچ و فیت به سانتی متر و میلی متر و متر تبدیل کردنش. ببینید، خیلی راحت است. ببینید، من با دستور لاین قبل از اینکه من لاین بکشم میخواستم این رو بهتون بگم. ببینید، اگر ما بخوایم بدونیم یونیتی که الان توش هستیم چه یونیتی هست، خیلی راحت یه فرمولی هست: ماینس دی دبلیو جی یونیتس، دی دبلیو جی یونیتس. اگر میبینید یه اینتر میکنید، برای یه لیستی به ما میده یونیتس هایی که میتونیم داشته باشیم اینجا زده، بعد یه شماره اینجا داره. هر شماره که اینجا زده نشون دهنده که یونیتی که ما اینجا داریم اون شماره است. ببین، شماره یک الان چیه؟ اینچه. یعنی الان ما توی واحد اینچ داریم کار میکنیم. خب پس بذارید با واحد اینچ ادامه بدیم. من با واحد اینچ میخوام یه کاری رو انجام بدم که تبدیلش کنم به میلیمتر یا متر یا سانتی متر، حالا به هر نه. پس من یه اول سعی میکنم با لاین یه شکلی رو اینجا داشته باشم، مثلا 9 اینچ، بعد 18 اینچ، 9 اینچ و 18 اینچ، دوباره اینتر. خب ببینید، اینجا من یه همچین مستطیلی دارم. حالا یه اندازه میزنیم DLI به اسم دایمنشن لینیر هستش دیگه. یه اینتر میکنم، دوباره یه اینتر دیگه میزنم که ببینم اندازه این چنده. ببینید، 9 اینچ اینا، یه اینتر و اینم 9، 18 اینچ. ببین، این الان ما توی اینچ هست. حالا چطور میتونیم این فضایی که حالا ما یه پلنی را با اینچ وارد کردیم، فرض کنیم ما اینو با اینچ وارد کردیم، حالا میخوایم تبدیلش کنیم به میلیمتر. خیلی خیلی راحت ما میتونیم این کارو بکنیم تو همین فضا بدون اینکه مثلا جای دیگه بریم. همون فرمولی که بهتون گفتم، ماینس دی دبلیو جی یونیتس. خب یه اینتر میکنیم. ببینید، اینجا ما الان روی این چیم یک، ما چی میخوایم؟ میلیمتر میخوایم. پس باید سه رو باز کنیم. یه سه میزنیم، من بیام این وقتا این سه رو میدیم پایین، داریم سه اینتر. لینیر دیسپلی فرمت میگیم بله اوکی. میگه که پرسیژنش بخواه چند باشه، دو باشه یا بیشتر بخواه، عددهای اعشاری اینا میگه همون میخوام باشه. ما بقیه اوکی، ما بقیه یس، سلیبر یس، اینکلودر یس. خب ببین، فرمان الان شکل ما رفته فکر میکنه، ولی اگه ما یه زد اینتر بزنیم شکل ما برمیگرده. ببین الان ما از فیت و اینچ تبدیلش کردیم به میلیمتر. حالا بخوام اگه درست بودن اینو ثابت بکنیم، اگه ما بریم تو چیز، تو ماشین حساب، و اینجا ما اگه اینو ببندیم، ببینیم این ماشین حساب ساده است، ولی اگه بریم تو ساینتیفیکش، توی کانورت، یونیون کانورت کانورشن، اگر اینجا ما بیایم بگیم که از چی میخوایم کانورت کنیم، مثلا ما اینچ بودیم دیگه، بار اول اینچ بودیم، میخوام کانورتش کنیم تو میلیمتر. حالا چقدر میخوایم کانورت کنیم؟ اگر ما اینجا مثلا ما اینجا 9 داشتیم دیگه، درسته؟ ما اینجا وارد کنیم 9 و یک کلیک میه برای اینجا، یک کلیک میه چیز بکنیم، اینچ بکنیم. ببینیم اینجا ما 9 اینچ رو داشتیم، اینجا به ما کانورتش کرد توی میلیمتر. این مال اینچه و این مال میلیمتر. 228 ممیز 6، همونجور که میبینیم بالا 228 ممیز 6 رو بده، اینجا 228 ممیز 6. ببینیم، پس یونیت رو درست تبدیل کرد. خب این یه راه هستش که ما میتونیم این کار رو انجام بده، تبدیل کردن یونیت. حالا یه وقتی هست میخواد همین کار رو که به صورت میلیمتر هست میخوام به یکی تحویل بدیم، ولی به صورت اینچ میخوام بهش تحویل بدیم و میلیمتر رو هم داشته باشیم، یعنی دوتاشو داشته باشیم. هر کسی که با اینچ راحت کار بکنه، هر کسی هم که با میلیمتر راحت کار بکنه. پس برای این کار ببینید، ما اگه بخوایم این کار رو، یه دی میزنیم اینتر، میریم توی دایمنشن استان منیجر مودیفای. خب اینجا پرایمری یونیتمون
که همینی که الان ما تو این فضا هستیم به صورت دسیمل هستش دیگه. ما یه پسوند براش میزنیم میلیمتر mm توی سافیکسش، یه پسوند بهش میدیم که به عنوان میلیمتره. و توی آلترناتیو یونیت یعنی چیزی که مثلا اون طرف میخواد با فیت کار بکنه یا با اینچ کار بکنه، اینجا رو اول تیکه اینو میزنیم که بریم بتونیم وارد بشیم. معمولا دوستانی که آرکیتکچر هستن، معمار هستن، با فیت و اینچ کار میکنه. پس اینو میذاریم رو آرکیتکچر. پرسیژنش هم میذاریم به عنوان مثال روی 1/2. و ما باید اینجا یه یونیتی رو بدیم که اون میلیمترمون رو اینا رو تبدیل کنه به اینچ. خب حالا برای اون کار ببینید، من اگر بتونم که نمیتونم، پس اینو بذارید من یه عضو کنسلش بکنم. من اگه اینو بتونم کنسل بکنم، قبلشه که من اینو تبدیل بکنم بعد اینو میگفتم. ببینید من برای اینکه یونیت رو تبدیل بکنیم، ما میخوایم از اینجا، ما این یونیت رو داریم، یونیتمون میلیمتره، میخوایم تبدیلش بکنیم یعنی اینچ هم داشته باشیم. درسته؟ خب ما باید بدونیم هر 1 میلیمتر ما تبدیلش به اینچ چجوری میشه دیگه. اگر ما 1 میلیمتر داشته باشیم، چون اینجا میلیمتر زدیم به اینچ، از convert from convert to، یعنی 1 میلیمتر میخوایم به اینچ داشته. ببینید این چیزی هستش که ما باید یادمون باشه که موقعی که convert بکنیم اینو حتما وارد بکنیم. حالا این یه چیزه، فاکتور، یعنی این که واحدی که تبدیل میکنه میلیمتر رو به اینچ. اگه ما اینو اینجا داریم، ببین من اینو کپیش میکنم داشته باشم. خب حالا میرید کاری که قبلا کردیم، من کنسل کردم دی اینتر، بیای مودیفای دوباره این پرایمری یونیتمون که روی دسیمله و اینجا یه میلیمتر میزنم که بخوام میلیمتر هم داشته باشه. میریم تو آلترناتیو، یعنی چیزی که میخوایم اضافه بر سازمان داشته باشیم. اینجا تیک رو میزنم، میام آرکیتکچرال و پرسیژنش هم میزنم یه 1/2. اون یونیته که دیگه اتونه من اونجا کپی کردم، باید اینجا پیستش بکنی. کنترل وی که بزنم، اون یونیته اینجا پیست میشه. بعد سافیکس و پرفیکس نمیخواد دیگه داشته باشه. اینو اوکی میکنی. set to current، چیزی که میخوام نشون بده، close. ببینید هم اون واحده رو ما داشتیم که تبدیل کردیم به میلیمتر، هم 9 اینچی که ما اول اینجا روی اینچ داشتیم، اینجا هم همون، هم واحد روی میلیمتر داریم، هم 18 اینچ. ببین این الان 1 فیت و 6 اینچه، 1 فیت 12 اینچ خودش، بعد روی 6 کنیم میشه 18 اینچ. پس اینجا هم درست در اومد، یعنی ما هم میلیمتر داریم هم اینچ داریم، هر دو رو با هم، یعنی هر کسی با میلیمتر راحت تر میتونه کار بکنه، هم کسی که اینچ خیلی راحت تره برای فهمیدنش میتونه متوجه بشه این خط 9 اینچه، این خط هم 18 اینچ با توجه به مشخصاتی که اینجا داره. یه مثلا خیلی مهم بود برای تبدیل واحدها که میتونیم مرتب از اینا استفاده کنیم تو کارا، خیلی به صورت راحت و خیلی سبک، یعنی به صورت میتونید کاراتون رو تبدیل بکنید.